چرا؟ هی قور میزد. ما تو بلاروس اینو اصلا نداریم و الان میخوام سفره رو پهن کنم برای شام لذیذ. یه تیکه گوشت باید بزنیم تو سیخ و یه دونه از این چربی. والا اسم لوریش خیلی خوشم اومد. گلابریش. سلام دوستان، الینا هستم. خیلی خوش اومدید به کانال من. بچه ها هنوز ایران هستم، گفتم چرا که نه بسازم برای شما یه ویدیو جالب در مورد اینه که من چی در ایران میخورم، چه غذایی، چیزی که اصلا تو بلاروس گیرم نمیاد، نمیخوردم اینجا، هی چیزی طبیعی عادیه. حیف خیلی روز گذشته که اصلا اینو نگرفتم ویدیو در مورد این موضوع. خیلی چیزا خوردیم، هم غذای بیرون خوردیم، هم غذای خانگی خوردیم، اما غذای خانگی به هیچ عنوان نمیشه مقایسه کرد با بیرون، با فست فود. دستپخت مادر شوهرم حرفی نداره، همیشه هی چیزی برای ما تنوع سعی میکنه درست کنه، با اینه که یکم سخته براشون، اما خب ازشون خیلی تشکر میکنم. امروز حدس بزنید چی داریم؟ میگم به شما دوستان عزیز، اگه هنوز سابسکرایب نشدید کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و همراه من باشید. امروز نهار ما داریم سلطان میز ایرانی، سلطان غذای ایرانی، کباب بخ بخ. چه چلو کبابی بخورم. اولا داریم زغالش آماده میکنیم. کباب ایرانی خیلی خوشمزه است از نظر خودم و چیزی که ما اونجا متاسفانه توی فرهنگ ما نیست. اونجا میفروشن کباب ترک، اما این همینجا یه کتلت بدمزه که زیاد جالب نیست. ایران خوبیش اینه که حیات هستش و آدم هر وقت دلش میخواد میتونه کبابو درست کنه. ما توی کشور خودمون متاسفانه فقط میتونیم بیرون بریم در فصل گرم تابستون، اونم جای مخصوصی، هر جایی نمیشه زغال درست کرد و چون که ممنوعه. اما خب در طول سال چون که هوا خیلی سرده امکاناتش رو نداریم، توی بالکن نمیشه این کارو کرد، چون که سری میان سراغت همسایه زنگ میزنن آتش نشانی، تو رو جریمه میکنن. اینم یه فرق بزرگیه که در خارج متاسفانه فونه هر وقت دلت میخواد نمیتونی کباب درست کنی. خب دوستان، نهار داریم، کباب. مادر شوهرم زحمت کشیده که زیر افتاب 42 درجه کباب درست کرده. پدر شوهرم هی قر میزد که برای چی نهار درست میکنی اینقدر گرم؟ چرا؟ هی قر میزد. قور میزن برای چی؟ برای چی؟ برای عروس گلش درست کرده دیگه. زمان کشید. خب از شوخی گذاشته، کباب بسیار خوشمزه‌ای داریم، درسته؟ خوبه، مثلا میچسبه با پیاز. من با پیاز نمیخورم، اما خب ایرانیان میخورن با پیاز، با گوجه کباب شده که غذای بسیار محبوبی، خوشمزه. دست مادر شوهرم درد نکنه، خیلی خوشمزه در اومده. عزیز، یک صبحانه مشتی ایرانی با روغن حیوانی بسیار پرکالری و خوشمزه با این ظرف رویه روحی. شوهرم تو بلاروس همیشه تعجب میکنه، میگه چرا تخم مرغ بلاروسی صدا نداره. حالا ببینیم صدا داره ایرانی یا نداره. داره. دوستان عزیز، شوهر عزیز باید ظرف خوب دوغ باشه، میفهمید؟ بله نیستم. صبحانه ایرانی جایگاه خودش رو میگیره توی دل خودم. به خاطر چی؟ به خاطر نونش، چون که ما از اینجور نونو اصلا توی بلاروس نداریم، نونوایی نداریم، ما فقط نون تاست داریم و با این نون سنگک و بربری که خیلی هم دوست دارم یا لب. صبحانه ایرانی خیلی لذیذ میشه. صبحانه ایرانی این چایی، ما اونجا بیشتر قهوه میخوریم، اینجا قهوه توی مود و رسم نیست. بعد چی؟ جبه. خیلی هم مهمن برای من، چون که این یکیش خام اصله که خیلی خوشمزه و اینش پنیر از چیز پنیر خامه کریم چیز. کریم چیز ما اونجا داریم، اما توی بسته بزرگ میفروشن، اما خب نمیدونم، برای من اینجا همه چی مزه خودش رو داره، مزه خوشمزه ای داره. و خب تخم مرغ درست کردیم که اینو بخوریم با پنیر و با نون. دوستان عزیز، امروز برای نهار داریم چی؟ به قول لورها داریم جیجه کباب. شما نمیدونید این چه لذتی داره که زیر 42 درجه بالا سر این زغال داغ درست کنم کباب. به لذت خوردنش نیست. دوستان عزیز، اومدیم برای شام
چیزی که جالبه که اینجور فضایی داره، تخته داره که ما تو بلاروس اینو اصلا نداریم و الان میخوام سفره رو پهن کنم برای شام لذیذ. شما بیاییم بزنیم توی رگ به خود شما. ما سفارش دادیم یک ست کباب، اسمش کاسه کباب گپ به خود لرخو. من نمیدونم به عنوان سرویس رو بردن ترشی و ماست و دوغ مخصوص توی شیشه است. ببینید چه برنجی بردن با یک تقدیق ملز. هم به خودش کنیم. خب برنجش کم نمکه، اما کبابش خیلی خوشمزه است. خشک نیست، خیلی داغه. خب دوستان عزیز، ادامه میدیم ویدیوی غذای ایرانی. چی داریم اینجا میخوریم؟ اومدیم مهمونی که درست کنیم. چی؟ گلاب ریش، یا به قول فارسی چنجه. گفتن یه تیکه گوشت باید بزنیم تو سیخ و یه دونه از این چربی. والا اسم لوریش خیلی خوشم اومد، گلاب ریش خیلی بونمکه. اینجا هم داشته باشه جیگروزه. این طرف خب دارم چینجه رو میزدم توی سیخ. این وری نگاه کنید، بخ بخ، اینم دیگه امتحان کرده بودم. از میگن که یک غذای لوریه یا خورم آبادیه، ربطی نداره. لوریه اینجوری جگر رو میپیچنن توی چربی که خیلی پر دیگه پر آب میمونه، خشک نمیشه، خیلی خوشمزه در میاد. این دیگه هیچ مارینیت نداره، درسته؟ یعنی مواد اضافه؟ آره، یعنی همه جوری گوشته. آره، گوشته با نمک. نمک باید کم زیاد باشه؟ نمک دیگه نمک توشه؟ نه هنوز، درسته. بعضی هم هستن که مواد بهش میزنن، مثل کیوی که ترترش کنه، آه. مثل گردو، مثل روبه انار، درسته. اون دیگه میشه سلیقه یه دیگه شمالی. آها. آره، میشه کباب ترش. ترش. آره. ولی ما معمولا همینجوری با نمک. درسته. اینجا خیلی خوب اینجوری بودن. درست. گیر من اومده همه چی ریز. منم شانس مایه. امروز یک شام دیگه خوشمزه‌ای داریم. امروز چی داریم؟ دوباره جاری عزیزم برای ما چی پخته. چی پخته نگاه کنید. یه غذای عجیب غریبی از نظر خودم تا حالا نخوردم. حالا تعریف کنید چی هست؟ این غذای اسمش بریونی هستش. غذای مخصوص اصفهان از گوشت گوسفند و جگر سفید. درست میشه که چاشنی مخصوصش دارچین و زعفران هست. بعد میپزیم، بعد از اینکه پخت چرخش میکنیم، بعد از اون آب گوشت نگه میداریم. این آب گوشت این زرد؟ بله، اون آب گوشت هم برای سرخ کردنشون که وقتی داره سرخ میشه از اون آب گوشت بهش اضافه میکنیم که طعمش خوشمزه تر شه. بعد دیگه خلاصه بسیار غذای سنگینه. بی‌نظیر، خوشمزه و سنگین. آره، واقعا خوشمزه. خب دوستان، من که اولین بارم قرار امتحان کنم، اما خب ظاهرش قشنگه. فکر می‌کنم خب جگر داره، حتما خوشمزه باشه دیگه، حتما امتحان می‌کنیم.
گوش بهش قطی کنی اینجوری؟ خب دوستان رسیدیم به آخر ویدیو. الان بگید تو که فقط کباب خوردیم، چون که ایران توی مهمونیش بیشتر چی میدن؟ کباب. البته خواستم به شما بگم نه، فقط کباب توی زندگیم نبود، خیلی خورشتاتونو خوردم، خیلی چیزا من امتحان کردم، اما خب تو این ویدیو طوری در اومده که فقط کباب خوردم. این ویدیو رو ضبط کردیم وقتی که پارسال رفتم ایران برای عمل بینی. همینجوری خواستم به شما نشون بدم چقدر عاشق غذای شما هستم. منتظر کامنت های شما هستم. به نظر شما چه غذایی من حتما باید امتحان کنم؟ غذای خونگی، یک چیز شاید محلی، چون که شما خیلی چیزا دارید، خیلی متفاوت و مختلف ایران داریم. خیلی ممنون که تو اینجا با من اومدید. منتظر کامنتاتون هستم. سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.